درود دوستان. یکی از قطعاتی که فوق العاده قیمت گیرونی داره و خرابی اون ممکن هزینه بسیار بالایی روی دست دارندگان خود رو بذاره، سنسور اکسیژن است. سنسور اکسیژن قطعی بسیار حساس و در سیستم سوخت ثانیه خودرو بسیار نقش مهمی را ایفا میکنه. بنابراین خرابی اون مستلزم درست شدن یا تعویض اون هست. توی ویدیو قراره ببینیم آیا میشه سنسور اکسیژن رو تعمیر کرد یا نه. تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. ازتون خواهش میکنم این ویدیو رو لایک کنید و برای دوستانتون هم بفرستید. بریم تا انتهای ویدیو رو مشاهده کنید. دوستان، سنسور اکسیژن وظیفه تعیین و اندازه‌گیری مقدار اکسیژن موجود در گازهای خروجی از اگزوز رو به عهده داره. در خودروهای یورو 4 دو تا سنسور اکسیژن داریم، قبل و بعد کاتالیز، و در خودروهای یورو 2 یک دونه سنسور اکسیژن داریم. حالا تفاوتاشون رو کامل توضیح میدم، اما میخوام توی این ویدیو خدمتتون عرض کنم سنسور اکسیژن در اکثر مواقع قابل تعمیر نیست. فقط در دو حالت قابل تعمیر است. در حالت اول، وقتی سنسور اکسیژن اطراف سنس اون و حسگر اون دوده و کربن باشه، باعث میشه که پارامترهای اندازه‌گیری اکسیژن دقیق نباشه و ECU این اطلاعات رو به صورت کامل و درست دریافت نکنه. در اون حالت شما با شستشوی سنسور اکسیژن ممکنه مشکل برطرف بشه. در حالت دوم هم سوکت و سیمکشی اون هستش که دچار مشکل ممکنه بشه، قابل تعمیر هستش. و در غیر این صورت خود سنسور و حسگر اون به هیچ وجه قابل تعمیر نیست و باید تعویض بشه. خب این خودرو رو که مشاهده میکنید، سنسور اکسیژنش رو به صورت کامل ما میخوایم باز کنیم و چون پارامترهای ارسالی اون به ECU دچار در واقع اختلال هستش و به صورت دقیق نیست، ما میخوایم اونو در واقع بوی در آلتراسونیک میبریم و شستشو بدیم. قبل از اون لازمه بدونید که عملکرد درست سنسور اکسیژن باعث مصرف سوخت بهینه میشه، از طرف شتاب خودرو رو در حالت ایدئال قرار میده، همچین آلایندگی خودرو کاهش پیدا میکنه و از طرفی موتور روونتر کار میکنه و عمر قطعات افزایش پیدا میکنه. لازمه خدمتتون عرض کنم، ببینید سنسور اکسیژن اولا که آچار بوکس مخصوص خودشه داره. خب البته تو خودروهای مختلف محل قرارگیری سنسور به گونه‌ایه که ممکنه نیاز به آچار باشه، ممکنه نیاز به ابزارهای خاصی برای باز کردن سنسور باشه و در کل سنسور اکسیژن در هر خودرو باز کردنش قدرت خاص خودشه داره. خب حالا خودرو تیبا و سنسور اکسیژن، من سوکتش رو جدا کردم، اسپری WD-40 به محل نصب سنسور زدم. حالا بعضی هم بغل ترمز میزنیم چون در طی حرارت و زنگ زدگی اگزوز باعث میشه که به سختی باز بشه سنسور، و همچنین با آچار مخصوص اون رو شل کردم. خب با بوکس مخصوص سنسور رو من باز میکنم و برای شستشو اونا وارد آلتراسونیک میکنم. یادتون باشه علائم خرابی سنسور اکسیژن هم وقتی سنسور اکسیژن خراب باشه چند تا علامت داره. اولیش مصرف سوختتون بالا میره و ECU به دلیل اطلاعات نادرست سوخت بیشتری تغذیه میکنه. دومیش که چراغ چک خودرو روشن میشه. سومین دلیلش کاهش شتاب خودرو هستش. ببین به علت اختلال در نسبت سوخت هوا احتراق به صورت کامل انجام نمیشه و کاهش شتاب رو در پی داره. چهارمین علامت اون افزایش آلایندگی و بعضا تو تست معاینه فنی هم رد میشه. پنجمین علامت اون لرزش یا کارکرد نامنظم موتور تو دور آرام هستش. اونم به دلیل غنی یا فقیر شدن مخلوط سوخت هستش که موتور نامنظم کار می‌کنه. ششمین علامت خرابی سنسور اکسیژن یه بوی بدی از اگزوز، یه بوی تخم مرغ گندیده از اگزوز میاد که این بو ممکنه به دلیل خرابی سنسور اکسیژن باشه. و در نهایت خرابی سنسور اکسیژن میتونه کاتالیست رو هم از کار بندازه و عملکرد مبدل کاتالیز در واقع کاهش پیدا کنه. بریم برای شستشوی سنسور. خب سنسور رو که در آوردیم نگاه کنید، در واقع دودهای اگزوز از این سوراخ‌ها وارد میشه، در اطراف المان سنسور به چرخش در میان و المان سنسور چون داخل اون مولکول هایی هستن که تفاوت غلظت مولکول های اکسیژن در دو طرف اون دیواری المان باعث ایجاد ولتاژ میشه. این ولتاژ هم به ECU ارسال میشه. خب اینو ببینیم برای شد. من راجع به سنسور اکسیژن به صورت کامل با جزئیات تمام ویدیویی تهیه کردم که لینکش هم میذارم، اونم ببینید. خب بریم سراغ شستشوی سنسور اکسیژن. ما در حمام آلتراسونیک می‌بینیم. ببینید حمام آلتراسونیک خاصیتی که داره در واقع با استفاده از امواج شستشو انجام میده، امواج آلتراسونیک، و این شستشو صورت میگیره. زمانش هم تنظیم کردم و شد. این امواج به دیوارها و کربن‌ها برخورد میکنه و باعث تنبیه شدن جرم‌ها و کربن‌های اطراف سنسور. خب اینم از اتمام شستشوی سنسور. همونطوری که می‌بینید به صورت کامل تمامی کربن‌ها و کثیفی‌ها ازش سودوده شد. می‌ریم سنسور رو می‌بندیم روی خودرو و تست می‌کنیم با دستگاه یا پارامترهای اون رو ببینیم چجوری، اما قبلش یه بادی هم میگیریم و خشکش می‌کنیم. قبل از بستن سنسور روی اگزوز، محل بستن سنسور و اون رزوه‌ها رو حتما با اسپری WD-40 شستشو بدید. رزوه‌های این سنسور رو هم یه فرچه و شستشو بدید که به راحتی بسته بشه و اگر قطعات زنگ زدگی یا سولفاتگی در اون محیط بوده از بین بره. ببینید خود سنسور هم مقدار اسپری WD-40 و بعد هم اونا میبندیم. قبلا هم عرض کردم برای بستن هر نوع پیچی سنسور یا هر پیچی یا حتی فیلترهای روغن یا پیچهای تخلیه کارته، شما ابتدا با دست چند تا رزوه اونو ببندید که مطمئن باشید رزوه به رزوه بسته نشده. وقتی بستید بعد با بوکس A4 سفتش می‌کنید. خب با بوکس مخصوص سنسور اکسیژن قفل میکنیم درون سنسور. و بعد با جغجغه اونو سفت میکنیم. عرض کردم که در هر خودرویی بستن یا باز کردن سنسور اکسیژن قلق خاص خودش داره و به ابزارهای خودش نیاز داره. به عنوان مثال توی خودرو اگه دقت کنید، ما برای اینکه جغجغه‌مون راحت‌تر بتونه در مسیر فضای باز داشته باشه نیاز به واسطه و لغلقه بوکس. موقع بستن سوکت های سنسور اکسیژن دقت کنید. سوکت مشکی در این خوده برای سنسور بالا، البته خود سنسور هم به صورت فابریک رنگش مشکیه، این هم یه نشونش. ببندیدش و سوکت توسی برای سنسور اکسیژن پایینی تعبیه شده. خود سنسور اکسیژن پایینی هم رنگ سوکتش توسی هستش. این رو هم میبند. به بررسی ظاهری هم سوکت ها رو میکنید که دچار پارگی و مشکل نشید. خب در نهایت میریم و خودرو رو روشن میکنیم و با دستگاه دیاد پارامترها چک کنیم. اما قبل از اون سعی کنید سنسورها رو جوری بذارید که به قره های فن و از طرفی به اگزوز برخورد نداشته باشه. پارامترهای سنسور اکسیژن رو بررسی کنیم. خب اول که در منوی دستگاه خودرو رو انتخاب میکنیم، قسمت ABRB شرکت سایپا، خودرو تیبا موتور تشخیص خطوط زیمنت، حالا ما می‌دونیم تشخیص خطوط متصل میشه دستگاه بهش، میریم تو قسمت پارامترها، تمام پارامترها، سنسور اکسیژن رو پیدا میکنیم. ببینید سنسور اکسیژن بالایی اولیه، سنسور اکسیژن پایینی هم دومی. حالا ما سنسور اکسیژن بالایی رو که دچار مشکل بود رو بررسی صبر میکنیم. سنسور اکسیژن باید گرم کنه، راه بیفته، گرم بشه و شروع به کار کنه. همونطور که میبینید کم کم سنسور اکسیژن داره کار میکنه و گرم میشه. بعد از چند دقیقه باید نوسان ولتاژ بین 1 دهم تا 9 دهم رو در سنسور اکسیژن بالا که رو بروش هم زده داشته باشیم. ببینید الان سنسور اکسیژن داره راه میفته و خوشبختانه این سنسور مشکل اصلیش کثیفی نوک سنسور بوده که برطرف شده و ولتاژ اون بین 1 دهم تا 9 دهم در گردش هست. یک نکته که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که سنسور اکسیژن هر چقدر نوسان این ولتاژ سریعتر باشه، نشان از در واقع کیفیت بهتر سنسور و قوی بودن سنسور داره. در پایان هم ازتون خواهش میکنم که این ویدیو رو برای دوستانتون بفرستید. موفق و مایل و پیروز باشید.